در نامه اعضای خانواده های زندانیان سیاسی به صادق لاریجانی از محدودیت های جدیدی که برای درمان زندانیان سیاسی بیمار به وجود آمده انتقاد شده. بازگرداندن افراد بستری در بیمارستان ها قبل از انجام اقدامات ضروری درمانی و مرخصی ندادن به بیماران از جمله مواردی است که خانواده زندانیان سیاسی به آنها اشاره کرده اند. بچه های ما رو آزاد کنن، پسر من مریض آزاد باشه، اینا خودشون میدونن چینه حسین نگه داشتن خلاف قانونه. چرا اینجوری مردم اذیت میکنن؟ مگه فکر میکنن اینجوری مردم زندانی کنن، اینجوری اذیت میکنن، اعدام میکنن؟ آیا مردم میترسن؟ نه، به خدا بدتر میشن. من خواهش میکنم از آقای دادستانم، خواهش میکنم پسر من آزاد کنن، پسر من مریضه. پیشتر سایت کلمه گزارش شده بود که در روزهای اخیر مسئولان زندان اوین برای درمان زندانیان سیاسی که برخی از آنها در شرایط نامناسب جسمی قرار دارند موانع جدیدی ایجاد کردند. نام جواد مومنی، معاون اجرایی زندان اوین تهران، به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد محدودیت‌های جدید برای این گروه از زندانیان مطرح شده. گروهی دیگر از زندانیان سیاسی بیمار دراویش زندانی هستند. طی روزهای اخیر 3 نفر از وکلای دراویش گنابادی وضعیت خوبی نداشتند و 2 نفر از اونها آقایان حمیدرضا مرادی سرستانی و آقای مصطفی دانشجو تحت درمان بودند و وضعیت مناسبی از لحاظ جسمی نداشتند که مسئولین زندان اوین بدون هماهنگی با پزشکان معالج این دو فرد اونها رو به زندان برگردوندند. ما از رئیس قوه قضاییه خواهش رو کردیم که اگر امکان داشته باشه به این موضوع توجه بیشتری داشته باشن، چون وقتی که ما بنده حتی به شخص خودم بارها همسرم مریض بوده پیش مسئولین زندان اوین، دادیار ناظر زندان اوین رفتم، با صراحت بیان میکنه که من کاری نیستم و هیچ کاری از دست من بر نمیاد و حتی وقتی هم که با ایشون در مورد قانون صحبت میکنیم میگه قانون وجود نداره و قانون در متن کتاب هست. به گزارش سایت مجذوبان نور، وابسته به دراویش گنابادی، بیش از 2000 نفر از اعضای خانواده‌های دراویش گنابادی به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به روند درمان 10 درویش زندانی و در حمایت از خانواده‌های آنها در خانه‌های خود دست به اعتصاب غذا خواهند زد. بر اساس این گزارش، این دراویش روز 17 اسفند ماه نیز در مقابل دادستانی تهران تحسن خواهند کرد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.